بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما رفقای نازنینم. خیلی مخلصیم، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. به ادامه درسنامه فصل پنجم ترمودینامیک مخصوص بچه‌های ریاضی داریم میپردازیم. تو این قسمت ایشالله قراره که با هم دیگه فرایند بیدرو رو استارت بزنیم، یاد بگیریم فرایند بیدرو چه نکته هاش رو با هم دیگه ببینیم، بررسی فرایند بیدرو و همدما رو در یک نمودار با هم دیگه ببینیم، راجبه سوال حل کنیم و ایشالله تو این جلسه وارد دیگه سوال‌های ترکیبی میشیم که دیگه هم مثلا از فرمول قانون اول استفاده کنیم، از فرمول‌های فرایندهای مختلف شروع کنیم به حل کردن. بریم ببینیم، بریم سراغ ادامه بحثمون. بچه‌ها ما تو جلسه قبلی این سوال رو حل کردیم، سوال تموم شد، بریم فرایند بعدی رو با هم دیگه شروع کنیم به بحث کردن. قبل از اینکه فرایند رو بخوایم شروع کنیم، شاید برای جالب باشه که شاید یعنی اصلا این در سطح کنکور قطعا نیست، شاید مثلا میگه که آقا من سوال رو فهمیدم که اگر من نمودار همدمام رو بکشم، دما ابتدا داره افزایش پیدا میکنه و سپس داره کاهش پیدا میکنه تا دوباره برسه به همین نقطه B، ولی اصلا کجا دما بیشترین اندازه خودشه؟ دما جایی بیشتر اندازه خودشه که حاصل ضرب این اعداد بیشترین اندازه خودش باشه، که حالا طبیعتا میتونه اینجا این وسط اینها بیشترین حاصل ضرب رو داشته باشه، یعنی مثلا تقریبا اینجا. حالا گفتم شاید برای جالب باشه ولی خیلی هم اهمیت نداره. خب بریم سراغ فرایند بعدی، فرایند بیدرو. آقا ما تا اینجا چی گفتیم؟ مثلا چه کردیم تا اینجا؟ ما اصلا اومدیم گفتیم آقا ترمودینامیک چیه؟ علم ترمودینامیک چیه؟ متغیرهای ترمودینامیکی چیه؟ اصلا چجوری قراره کار کنه؟ بعد که اومدیم اینها رو دیدیم، گفتیم حالا بریم یک سری فرایندهای خاص رو بررسی کنیم. فرایندهای کلی رو دیدیم که همه چی میتونست تغییر کنه. گفتیم حالا برم یک سری فرایندهای خاص رو هم بررسی کنم. فرایندهای خاص رو بررسی کردن یعنی این که مثلا یک کدوم رو ثابت نگه دارم بقیه تغییر کنم. اولین فرایندی که ما راجع بهش صحبت کردیم فرایند هم فشار بود که مقدار W و مقدار Qش رو یاد گرفتیم چجوری باید به دست بیاریم. بعدی فرایند هم حجم بود که اون رو هم دوباره Q و Wش رو یاد گرفتیم به دست بیاریم. بعدی فرایند هم دما بود که میگفتیم دما در طی فرایند ثابته، نه فقط اول و آخر. ببین الان آکن همین سواله اول و آخر دما ثابته، یکیه. اگر اینجا یه عددیه، اینجا هم همون مقداره که به دست می آوردیم. ببین 2 6 12 تا 3 4 12 تا، که این همه من به تاکید کردم که نیای بگی دما اینجا برابر با 12، اینجا پی زب در ویش برابر با 12، که خود این 12 برابر با NRT. حالا اینو اگر بهت بده آر رو هم جایگذاری کنی، دما رو میتونی ازش به دست بیاری. فرایند بعدی فرایند بیدرو هستش. فرایند بیدرو برای توضیح نوشتم، میگه فرایندی که در آن هیچ گرمایی بین سیستم و محیط مبادله نمیشود. یه دقیقه اینجا رو ول کن. فرایند همدما، دما در طی فرایند ثابت. چجوری ثابت میمون؟ این که یا گرما به محیط بده یا گرما از محیط بگیره تا دماش ثابت بمونه، درست؟ پس یک بین سیستم و محیط یک مقدار گرمایی داره مبادله میشه که این مبادله گرما باعث میشه دما ثابت بمونه. ولی فرایند بیدرو فرایندی که در طی اون گرمایی بین سیستم و محیط مبادله نشه. یادت میاد چقدر تاکید داشتم که آقا دما با گرما فرق داره؟ الان فرقش اینجا برامون واضح تر داره میشه. تو فرایند هم دما گرما مبادله میشد که دما ثابت بمونه، داخل این اصلا گرمایی مبادله نمیشه بین سیستم و محیط. پس فرایند بیدرو فرایندی است که در آن هیچ گرمایی بین سیستم و محیط مبادله نمی‌شود. اگر یاد باشه قانون اول ترمودینامیک بهت گفتم دلتا یو برابر است با کیو علاوه دبلیو، که اینجا الان چی برابر با صفر؟ کیو برابر با صفر، چون هیچ گرمایی بین سیستم و محیط مبادله نمی‌شود. فرایند بیدرو. آقا یه سوال، آقا
راجع به پی و نمیدونم وی و تی و ایناش نمیخوای صحبت کنی، خیلی آنچنان چیز خاصی نمیشه راجبش گفت. ولی حالا جلوتر میبینیم که هر کدوم چه اتفاقی داره میفته، یک بررسی هایی رو میشه باش انجام داد. فعلا من این رو یاد گرفتم داخل فرایند بیدرا کیو برابر با صفر، من این رو یاد گرفتم. فرایند بیدرا رو میتوان به دو صورت انجام بپذیرد. یکی اینکه خیلی سریع انجام بشه. ببین من الان این مثلا یه پیستون باشه، من اینو خیلی سریع جابجاش کنم، مولکول‌های داخل اون اصلا فرصت پیدا نمی‌کنن که با محیط مبادله گرما انجام بدن. ببین دارم بهت میگم فرصت نمی‌کنن. باشه، در نهایت باز گرمای مبادله نمی‌شود، من این رو هم قبول دارم. مینه چینه تلمبه، تلمبه رو دیدی هی تون تون تلمبه که میزنی مثلا چرخ و بادش کنی، اون انقدر سریعه که عملا گرمایی با محیط نمیتونه مبادله کنه. دومی اینه که خیلی آروم انجام بشه ولی سیستم عایق بندی شده باشه. این اینجا ناکن من این پیستون رو گذاشتم داخل یه دونه سیلندر رو اینها دورش رو عایق کردم، یعنی این سیستم من، این مولکول های گاز نمیتونن با محیط اطراف مبادله گرما داشته باشن. یعنی کیو برابر با صفره. بچه ها یکی از سوال های بسیار مهمی که از شما میپرسن اینه که بین این دوتا کدوم یکیش فرایند ترمودینامیک ایستاواره. این دومیه که آروم انجام میشه ولی سیستم عایق بندی شده فرایند ترمودینامیک ایستاواره. این اولیه که سریع انجام میشه، درسته که کیوش برابر با صفره، درسته، منم اینو قبول دارم که سیستم ما محیط مبادله گرما نداره، ولی این ترمودینامیک ایستاوار نیستش. حواست به این نکته باشه. شکل مقابل نمونه ای از فرایند تراکم بیدر رو میباشد که در این فرایند کیو برابر با صفر هستش. من پیستون رو دارم با انجام یک کاری متراکمش میکنم، مولکول های داخل گاز متراکم میشن، ولی چون که بیدر رو هست من اینجا رو عایقش کردم، گرمایی بین سیستم و محیط مبادله نمیشه. این نکته حواست باشه. خب ببین این با فرایند همدما فرق داره. همدما این سیستم من داخل یک منبع گرما بود که هر چی گرما میداد یا گرما میگرفت دمای اون منبع گرما تغییر نمیکرد، خود سیستم من دماش ثابت میمون. ولی الان این سیستم من، داخل یک منبع گرما نیست، داخل یک عایقیه که این عایقه اجازه نمیده گرما بین سیستم و محیط اطراف مبادله بشه. خب بریم با هم دیگه یه تمرین خیلی مهم رو ببینیم. خیلی مهمه، قشیشون یه حواستو باید بدی به من، چایمایی رو تعطیل کن، قشن شیشتون که حواست باید با من باشه. میگه مقداری گاز را مطابق شکل مقابل در سیلندری محبوس و آن را یک بار منبسط میکنیم، یعنی دارم بستش میدم، بازش میکنم، و یک بار آن را متراکم میکنیم. ناکن یه بار متراکمش کردم، یک بار منبسطش کردم. این فرایند را یک بار همدما و بار دیگر بیدر رو انجام میدیم. یعنی یه بار دارم همدما این کار رو انجام میدم، یه بارم دارم بیدر رو این کار رو انجام میدم. نمودارهای پیوی آنها روی یک محور رسم کرده و با هم مقایسه کنید. پس من میخوام چیکار کنم؟ میخوام روی نمودار پیوی همدما و بیدر رو همزمان با هم برای منبسط کردن و متراکم کردن گاز بررسی کنم. بریم پای تخته و شکلش رو برات بکشم. بچه این شکل ها رو به ما داده و من میخوام نمودار پیوی اینها رو برای فرایند های بیدر رو و همدما رسم کنم. خب من اول تراکم رو دارم. ببین دارم یه کاری انجام میدم که تراکمه. این پیستون اول اینجاست، بعد میاد در این حالت قرار میگیره. طبیعتا حالت اول مثلا اینطوریه،
بعد که جمع میشه دیگه همه اینا میخوان اینجا جمع بشن، این فشار خیلی زیادی داره بهش وارد میشه اینجا. خب پس اتفاقی که میفته اینه، من هم دارم حجم رو کم میکنم هم فشار رو دارم میبرم بالا دیگه، خیلی واضحه. خب پس من برم یه نموداری رسم کنم که هم عرضم به حضور شما تراکم داشته باشم، من از V1 میخوام متراکم کنم تا برسم به V2. میخوام این کار رو همدما انجام بدم. خب من یادمه که در نمودار PV وقتی این اتفاق میفتاد یک تقریبا هموگرافیکی بود، مثلا یک همچین اتفاقی براش میفتاد. تراکم دارم، این هم همدما هستش، یه زومی بده کل این رو این طفل ببینه. همین رو برای عرضم به حضور شما که من منبسط کردن دارم، که اول اینجا فشار خیلی زیاده، بعد که اینو منبسطش کنم یه فشار خیلی کاهش پیدا میکنه، یه خیلی کم میشه. پس من از V1 میخوام برم برسم مثلا به V2. بیا تقریبا مثلا میشود یک همچین چیزی که این همدما هستش. حالا برم سراغ بیدرو رو رسم کنم. اینم نمودار PVه دیگه، اینا هاش ببینیم PV، اینم PV. بچه ها نمودار بیدرو، فرایند بیدرو در نمودار PV یک چیزی شبیه به همدماست، یک چیزی شبیه به همدماست، یعنی تقریبا یک همچین چیزیه. من از V1 رفتم به V2 و فشارم هم افزایش پیدا کرده، الان فشار اینجا از فشار اینجا بیشتره، یعنی اینم دوباره داره یک همچین اتفاقی براش میفته. این میشه بیدرو. شک نکن سواله، شک ردخور نداره که سواله. اینجا هم همینه، اینجا هم دوباره بخوام رسم کنم یک همچین حالتی براش اتفاق خواهد افتاد تقریبا، که این میشود بیدر رو. نکته دارم هزاران خط نکته رو باید یادداشت کنی، هزاران خط. آقا اگر من نمودار PV برای همدما و بیدرو رو از یک نقطه رسم کنم، همیشه شیب بیدرو تندتره. ببین من الان اینجا رسم کردم، شیب بیدرو ببین چقدر زیاده، همدما شیبش کمه. اینجا رو نگاه کن، همدما و بیدرو رو رسم کردم، نگاه کن که شیب بیدرو چقدر زیادتر از همدماه. ولی حواست باشه اگر از یک نقطه رسم بشه، اگر از یک نقطه رسم نشه تو نمیتونی اینطوری اظهار نظر کنی. اگر از یک نقطه فرایندهای بیدرو و همدما رو رسم کنی، اونی که شیب بیشتری داره بیدرو هستش. تو نمیفهمی این چقدر مهمه، پس حواست باشه اگر از یه نقطه رسم کردم، ناکن یه نقطه رسم کردم بیدرو شیبش از همدما بیشتره، اینجا از یه نقطه رسم کردم شیب بیدرو از همدما بیشتر هستش، ولی مثلا من ماژیک های خوشگلم رو درهاش رو بذارم اینا خوش نشه، ولی اگر از یه نقطه رسم نشه، مثلا بر فرض مثال یه همچین اتفاقی بیفته، این یه دونه نمودار PV من داشته باشم، مثلا بر فرض مثال این رو به هم بده،
مثلا این یکی هم اینطوری به هم بده. تو مگه میدونی کدوم یکی اینا همدم است یا بیدرو؟ نه. چرا؟ چون تو نمیدونی که کدوم یک اینا از یه نقطه رسم شدن یا نه. تو کجا میخوای بدونی؟ پس توی این نمیتونی بگی کدوم یکی همدم است کدوم یکی بیدرو. اصلا احتمال داره جفتش برای یه همدم باشه، احتمال داره جفتش برای یه دونه بیدرو باشه، فرق نمیکنه. بیا مثلا اینجا ناکن مثلا ناکن اینا جفتش برای اینه. پس اگر از یه نقطه نبود، تو نمیتونی این نکته بسیار مهم رو که باید بنرش کنی بزنی روی دیوار اتاقت، اینو باید بدونی که اگر از یه نقطه باشه شیب بیدر رو از شیب همدما بیشتر است. ولی اگر از یه نقطه برای تو رسم نکنه، اگر از یک نقطه برای تو رسم نکنه، تو نمیتونی راجبش اظهار نظر کنی. خیلی نکته مهمی، قطعا سوال آزمونت خواهد. بچه‌ها ما نمودارها رو رسم کردیم که خیلی مهم بود، اینجا علامت گذاری کن که خیلی مهمه درکش کنی. نتیجهش رو هم بهت گفتم که اگر در نمودار پیوی فرایندهای همدما و بیدرو رو از یک نقطه بخوام رسم کنم، اونی که شیب بیشتری داره بیدرو هستش. پس این جمله رو در این نتیجه باید حتما ذکر کنیم. بریم یه دونه سوال با هم دیگه ببینیم. میگه که مقداری گاز کامل را در سه فرایند همفشار، همدما و بیدر رو به صورت جداگانه از حجم V1 به V2 میرسونیم. پس سه تا فرایند دارم که همفشار و همدما و بیدر رو هستش. اگر اندازه کار، ببین داره راجع به اندازه کار صحبت میکنه، یعنی این که نمیدونم W منفی مثبت، اینه من کاری ندارم، من مقدار کار برام اهمیتی برام مهمه. اگر اندازه کار انجام شده روی این سیستم در این فرایندها به ترتیب W1, W2 و W3 فرض شود، کدام گزینه صحیح است؟ گزینه یک میگه W1 بزرگتر از W2، W2 هم بزرگتر از W3. گزینه دو دقیقا برعکس اینه، W3 بزرگتر از 2، 2 هم از 1 بزرگتر. گزینه یک هم میگه هر سه تا هم میگه برابر. گزینه چهار هم که حالا معمولا گزینه های تو هستش، میگه نمیدونم اطلاعات کافی نیست، سوال حل نمیشه، سوال غلطه، تو انقدر به درجات علمی رسیدی که سر جلسه به این نتیجه میرسی که طراح سوال رو غلط داده، میای بیرون میبینی درست بوده، اک بزنه از شانس دقیقا سوال غلط باشه. آقا سوال غلط باشه معمولا چه اتفاقی میفته؟ اگر واقعا سوال غلط باشه و طراحا به این نتیجه برسن که واقعا سوال غلط بوده و اثبات بشه که سوال غلط بوده، اون سوال رو حذف میکنن، یعنی نمرش رو، این نیست که نمرش رو بیان به تو بدن، چون تو قرار صفر بزنی، اونطوری اگر که نمرش رو بهت بدن مثلا میزنی 4%، نه اون این کار رو برای تو نمیکنه، میاد پخش میکنه در امتیاز اون سوال، میاد در بقیه سوالها پخش میکنه، یعنی تو همچنان دوباره همون صفر رو میزنی، نگران نباش. تو اصلا به این که بخوای بالا اونیا بزنی، میدونم تو اصلا فکر نمیکنی به اون، تو ذهن تو اینه که آیا ساندیسی که به من میدن پرتغالی یا هلو، این دغدغه تو شده الان. بریم سوال رو حلش کنیم. بچه ها فرایند همفشار، هم فشار رو گفته W1، هم دما رو گفته W2 و بیدرو رو گفته W3. راجب چی داره صحبت میکنه؟ راجب اندازه کار انجام شده روی سیستم، درسته؟ این دو رو همین W دیگه، اندازه کار انجام شده روی سیستم. یادت میاد بهت گفتم در هر شرایطی مساحت زیر نمودار پیویه، یعنی اگر تو نمودار پیویت رو داشته باشی، مساحت زیر نمودارش رو بتونی حساب کنی، اون میشه اندازه کار انجام شده. حالا منفی مثبتش هم که دیگه قبلا صحبت کردیم، ولی خب بعضی وقتا به همین آسونی ها هم نیست که من بخوام به دست بیارم، یعنی من با علمی که الان دارم نمیتونم به دست بیارم. بعضا میبینی مثلا همین بیدرو و همدما، چون که مثلا یه خط صاف نیست، من راحت نمیتونم، باید انتگرال بلد باشم، که فعلا اونو بیخیالش میشیم. برم راجع به اندازه اینا رو با هم دیگه مقایسه کنم. خب یه دانش آموز میگه که من میدونم تو نمودار پیوی، در نمودار پیوی
نمودار پی وی. خب میگه که از وی یک رفته به وی دو، هم دما هم هست، اصخایی میکنم هم فشار هم هست، اینجا یه فشار اولیه دارم برای اولیش هم فشاره. بیا میگه این این برای اولی، برای دومی میگه خب هم دما بود مثلا، میشه یه کمچین چیزی مثلا دیگه، حالا شکلش رو بخوای دقیق تر بکشی باید کامپیوتر باید بکشه. برای بیدر رو هم اینطوری میکشه، این بیدر رو، پس من اینجا بنویسم این بیدر رو، این همدما. یه دانش آموز، فقط یه دانش آموز احتمال داره سوال بپرسه یا آقا چرا این شیبش بیشتر از اونه، یعنی اینکه فیلم رو باز کرده دقیقا از همین الان داره نگاه میکنه، اصلا 30 ثانیه پیش رو نگاه نکرد که این همه من قصه گفتم برای تو که آقا در نمودار پی بی برای فرایندهای همدما و بیدر رو اگر از یک نقطه رسم کنی اونی که شیب بیشتری داره بیدر رو. خب میگه راجع مساحت زیر نمودار داره کار میکنه، راجع اندازش هم دارم صحبت میکنم دیگه، مساحت زیر نمودار این هم فشاره همه ایناست. بیا من برات خط بزنم، همه ایناست. میگه این خیلی زیاده، بعدی هم دماه خیلی زیاده ولی از این کمتره، بعدی هم که بیدر رو کوچولو موچولو انقده. پس میگه که مقدار W1 بزرگتر از W2 و W2 بزرگتر از W3 میزنه و نمره من، یعنی گزینه یک رو میزنه و نمره منفی میخوره، با بدترین حالت میخوره تو ملاجش. چرا؟ چون حواسش به این نیست که آقا چه لزومی داره که وی دو بزرگتر از وی یک باشه، اصلا چه لزومی داره که حتما این اتفاق در منبسط بشه. الان اینا منبسط شدن دیگه، حجم زیاد شده، امکان داره تراکم اتفاق بیفته، یعنی اینطوری نگاه کن، یعنی احتمال داره تراکم اتفاق بیفته، یعنی وی یک اینجا باشه وی دو اینجا باشه، که مثلا اینجا هم یه فشار اولیه باشه. خب من اگر هم فشار رو بخوام رسم کنم میشه یک همچین چیزی، اگر هم دما رو بخوام رسم کنم میشود یک همچین چیزی مثلا، اگر بیدر رو بخوام رسم کنم میشود یک همچین چیزی. دیگه هزار بار گفتم دیگه چرا بیدر رو از این بیشتره. الان نگاه کن مساحت زیر نمودار همفشار انقده، ولی مساحت زیر نمودار همدما، فرایند همدما انقده، مساحت زیر نمودار فرایند بیدر رو انقده. پس دقیقا الان برعکس شد، W3 بزرگتر از W2 شد و W2 هم بزرگتر از W1 شد، یعنی دقیقا برعکس این اتفاق افتاد. چون راجع اندازش هم دارم بررسی میکنم، دارم راجع اندازش صحبت میکنم، دقیقا همون گزینه‌ای که تو فکر میکردی گزینه تو هستش و غلط بود دقیقا میشه جواب سوال من، یعنی گزینه های یک و گزینه های دو ممکن است اتفاق بیفتند، حالا بسته به اینکه تراکم باشه یا انبساط باشه. بریم سراغ تمرین بعدی. بچه‌ها ما تا به اینجا فرایندهای خاص رو یاد گرفتیم، هم فشار، هم حجم، هم دما، بیدر رو، قانون اول ترمودینامیک رو یاد گرفتیم، دلتا یو برابر است با کیو به علاوه دبلیو یعنی تغییرات انرژی درونی برابر است با گرما به علاوه کار. حالا بریم ما هم دیگه چند تا تمرین جامع و کلی که از همه اینا میخوام استفاده کنم حل کنم. حالا تو هر سوال از بعضیش استفاده میشه، از بعضی هم استفاده نمیشه، ولی دیگه حالا سوال ها ترکیبیه دیگه از اینجا به بعد. تمرین میگه در فشار ثابت 5 اتمسفر مقداری گاز کامل 2 اتمی رو از 10 به 14 لیتر رسوندیم، یعنی حجمش از 10 لیتر رفته به 14 لیتر. تغییر انرژی درونی در این فرایند چند جول است؟ راجع به تغییر انرژی درونی داره با من صحبت میکنه. خب بچه من یادمه که دلتا یو برابر میشد با کیو به علاوه دبلیو،
فرایندم چیه؟ هم فشاره. پس من اون مقدار کار و گرما رو برم از فرایند هم فشارم به دست بیارم. من میدونم WP یعنی کار انجام شده در فرایند هم فشار برابر میشد با منفی P دلتا V، که از اینجا این برابر میشه. منفیش رو بذارم، پیم چقدره؟ 5 اتمسفر. ضرب در دلتا ویم چقدره؟ از 10 رفته به 14، پس میشه 14 منهای 10 که میشه 4. یه دونم 10 به توان 2 داره برای تبدیل واحدش به SI. اگر نمیفهمی علتش اینه، پی 10 به توان 5 ضرب میشه بخاطر اینکه اتمسفر رو به پاسکال تبدیل کنم، وی هم لیتر میخوام به متر مکعب، یه 10 به توان منفی 3 باید ضرب کنم، 10 به توان 5، 10 به توان منفی 3، یه 10 به توان 2 میمونه که میشه 4 5 تا 20 تا، 2 تا هم صفر داره میشم منفی 2000 جول. این است. برم کیو رو به دست بیارم، کیو پی رو به دست بیارم، یعنی چی؟ یعنی گرما در فرایند هم فشار برابر میشود با ان سی پی در دلتا تتا یا دلتا تی، فرقی نمیکنه. خب بچه ها من الان دلتا تتا و ان رو که ندارم، هیچ صحبتی هم راجبش نکردم. اول این تکلیف سی پی رو معلوم کنم. خودش گفته دو اتمیه، پس یادم هست تو هم فشار دو اتمی ها میشد 1/7 آر، پس میشود 1/7 ان آر دلتا تتا، که خب من این رو ندارم، به جای این میتونم از قانون طلایی ترمودینامیک استفاده کنم که یادمه پی وی برابر بود با ان آر تی، که میتونم به جای این از این استفاده کنم. پس من به جای اینکه این رو بررسی کنم، این رو بررسی میکنم که کیو پی برابر است با 1/7 پی دلتا وی. این تغییر داشته، این که پی ثابته فقط وی تغییر کرده، میشه پی دلتا وی. امکان داشت جفتش مثلا تغییر کنه، میشد پی 2 V2 منهای پی 1 V1 اینجا، که خب از اینجا این برابر میشود با 1/7 ضرب در پیم که 5 اتمسفره، ضرب در دلتا ویم هم 4 بود، یه دونم 10 به توان 2 توش عرضم به حضور شما ضرب میشد به قادر تبدیل واحدش که توضیح دادم اینجا برات یعنی چی. این با این ساده میشه، میشه 2 5 تا 10 تا میشه 10 به توان 3، یه دونم 7 داره، 7 با 3 تا 0 جلوش، فقط این دیگه مثبت دیگه، میشم مثبت 7000 جول. دلتا یو میشه کیو به علاوه دبلیو، پس دلتا یو بنده میشود کیو که مقدارش رو در آوردم مثبت 7000، دبلیو رو در آوردم منفی 2000، از اینجا این به دست میاد مثبت 5000 جول. بچه ها دلتا یوم مثبت شد، یعنی چی؟ یعنی یو دوی منهای یو یک شد برابر با 5000 جول، یعنی یو دو بزرگتر از یو یک هستش. من از این جلوتر میخوام استفاده کنم که از تغییر انرژی درونی یک سری مطالب بکشم بیرون که حالا جلوتر بحثش رو با هم دیگه داریم. دلتا یو من مثبت شد، یعنی انرژی درونی در حالت دوم از انرژی درون در حالت اول بیشتر هستش، که من حالا میگم جلوتر راجبش کار میکنم، ولی در حالت کلی جواب میشود برابر با همین که دلتا یو برابر شد با مثبت 5000 جول.